الرحمن رحیم با سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما شاگردان عزیز امیدوار استم خوب و صحتمند و سرحال باشید و شما را خوش آمدید میگم به مکتب تمدن و یکی دیگری از درس های فیزیک سنف 11 رسیدیم به جلسه 47 درسی ما با عنوان قوانین حرکت نیوتن و قانون دوم نیوتن همون قسمی که شما در جریان هستین ما در درس قبلی در مورد قانون اول نیوتن بحث کرده بودیم و گفتیم قانون اول نیوتن چی است؟ آفرین اطالت و هست که یک جسم می که حالت حرکت خود یا حالت سکون خود حفظ کنه تایی که با اونم قوه مجبور به تغییر حالت شده این بود قانون اول نیوتن قانون دوم نیوتن چی هست؟ بیایم ببینیم با هم قانون دوم نیوتن از حالت اجسام تحت تاثیر قوه بحث میکنند اگر به یک جسم قوه وارد شود جسم چی میشه؟ تعجیل میگیرد که با محصله قوه های واردن نسبت مستقیم و با آن هم جهت است و با کتله جسم نسبت معکوس دارد به این شاگرده خوبم این مفهومش چی بود؟ اگر نفهمیدین آلا با هم یک فعالیت انجام میتیم بعد از او بهتر میفهمیم مفهوم قانون دوم نیوتن خب شاگرده خوب شاگر یک کتاب هم می بینید کتاب ریاضی است که حجمش زیادتر است یعنی کتلهش بیشتر است و یک کتاب دیگه هم عربی است که کتاب های است که اینجا کتله ای کتاب کمتر است یعنی حجمه ای کمتر است خب ببینین اگه به این جسم قوه وارد کنی مثلا امرای جسم قوه وارد میکنم این جسم چی میشه آفرین تغییر سرعت میکنه و شتاب میگیره به کدام سمت شتاب میگیره حالا ببینه قوه خب را به این سمت وارد کردم سمت شتابش که تغییر سرعت کرد یا تعجیل گرفت ببین که به کدام سمت میره ببینین بی ما به با بالاش قوه وارد میکنم به این سمت و ببینین بی سمت شتاب جسم کدام طرف است حتما ایره میگین به سمتی که ما قوه وارد کردم جسم به اونمو سمت شتاب گرفت درست است پس شتاب با قوه وارده هر دوش به یک سمت است باز من گفتم با کتله رابطه غیر مستقیم داره کتله جسم این کتلهش چی است زیاد است این کتاب این کتاب کتلهش کم است حالا ببینید بی به یک اندازه ما سرعت وارد میکنیم تقریبا یک اندازه قوه وارد میکنیم مثلا به یک قدر قوه وارد کردیم امی قدر قوه رو به این جسم وارد میکنیم ولی این جسم زودتر حرکت میکنه چی یعنی بیشتر شتاب میگیره پس همون قسمی که گفتیم قوه وارده با تعجیل یا شتابی که گرفت رابطه مستقیم و با کتله رابطه غیر مستقیم داره اینال بین من روی بر شما نوشته کنم خب اگر روی تختن نوشته کنیم قانون دوم نیوتن ها که من گفته بودم که با نام چی هم مشهور است که F مساوی می شد به e شاگرد ها ایره بیشتر حفظ می کنن راحت تر است یا اطور می گیم که شتابی که جسم میگیره به همو سمت چی است قوه است یک تغییر شکل نشان می ایجاد می کنیم که F بر M و همیشه شتاب گفتیم با قوه رابطه مستقیم داشتیم به می طرف که تیلا کردیم به می طرف شتاب گرفت ولی با کتله رابطه چی داره معکوس داره این شتاب یا غیر مستقیم داره اگر کتله جسم زیاد باشه شتابش کم اگر کتله جسم کم باشه شتاب زیاد میگیره اینی از قانون دوم نیوتن یا به این رقم شما فرمولش رو میبینید یا به این رقم شما فرمولش هم مشاهده میکنید پس شما اینجا یک اک عکس هم میبینین که یک جسم است داره کتله M قوه وارد F و شتابی که گرفته A هست یا به F مسای به M A گفتیم زیادتر مشهور است و آسانتر حفظ میشه نظر به که A مسای میشه به F بر M خب ما شما با هم دیگه فعالیت عملی شم انجام دادیم حالا میریم به مثال ها و سوالات صفحه 103 کتاب ما مثال اول کتاب ببینید جسمی دارای کتله 20 کیلوگرم با شتاب 1.5 متر فیسیکن مربع در حرکت است محصله قوه های وارده بر جسم چند نیوتن است ببینیم نوشته کنیم مشخصاتی که بر ما داده کتلش 20 کیلوگرم است شتابش یک متر فی مربع است ام مساوی میشه به 20 کیلوگرم شتاب 1.5 5 متر فی مربع محصله قوه های وارده بر جسم مساوی به چند است خب از چی استفاده میشه؟ از فرمول قانون دوم نیوتن. ما یک فرمول داشتیم که F مساوی میشد به M ضرب در چی؟ A. یا میتونید رویش یک وکتور بتین چون چی از کمیت های وکتوری است. خب ما F نامعلوم است. F مساوی میشه به 20 کیلوگرم ضرب در یک اشاری پنج متر فی مربع خب اینی صفره اگه با این یک خانه اشاریش از بین ببریم من رویش خط میکشم اف مساوی میشه به دو ضرب در پانزه بزنی چند میشه؟ آفرین سی کیلوگرام ضرب در متر فی سیکل مربع چیست؟ نیوتن هست پس سی نیوتن جواب ما هست میریم مثال دو حل کنیم به هر یک از کتله های ام یک پنج کیلوگرام و ام دو دوازده کیلوگرم مثلا هم دو تا کتابی رو ما داشتیم یکیش کتلش کمتر یکیش زیادتر قوه 15 نیوتن وارد میکنیم شتاب هر یک از دو کتله رو حساب کنیم همون عین فعالیتی که ما انجام دادیم یک قیمت برش میتیم 5 کیلوگرم دوازده کیلوگرم جنوشته میکنم که خب ام یک ام یک مساوی میشه 5 5 کیلوگرم ام دو مساوی می 12 کیلوگرم و قوه وارده به هر دویش اف مساوی میشه به چند نیوتن است پانزده پانزده نیوتن است ای یک و ای دو رو پیدا میکنیم شتاب وارده به هر دو جسم پیدا میکنیم خب همون رقمی که فرمول از شما میبینین که ما داشتیم که F مساوی میشه به M A یا ما A رو میخواییم پیدا کنیم می میکنیم ای مساوی میشه به چی؟ ام بر اف هست آها اف بر ام اف بر ام خب ای یک اف خب پانزه هست به هر دویش درست است نوشتم میکنم پانزه نیوتن و ام یک هم پنج میگیرم پنج کیلوگرم است بین امی نیوتن هم تجزیه کنم مثل پیشتر که ما قبول کنیم تجزیه میکنیم که کدام واحدایش اختصار میشه کدامش نمیشه کیلوگرم ضرب در متر فیسیکن مربع یک نیوتن است درست است خب اینجا یک اختصار میکنیم یک پنج پنج سه تا پنج پانزه کیلوگرم با کیلوگرم خلاص شتاب یا ای یک ما هست سه متر فیسیکن مربع میایم ای دو را همی را خمی جهل میکنیم و از اینجا ادامهش بتیم که جای شبه ای دو مساوی خب پانزه بر خب این واحدش دا آخر میگیریم همی رقم که شما وضع کردیم پانزه بر چند نوشته کنیم؟ دوازده پانزه را اگر ما تقسیم دوازده کنیم چند میشه؟ ای دو مساوی میشه به یک شاری دو پنج متر فی سیکند مربع خب چی نتیجه میگیره این اونمو قسمی که من بر شما گفتم کتله کم بود شتاب زیاد کتله زیاد شد شتاب کم پس شما میفهمین کتله با شتاب رابطه غیر مستقیمه داره میریم با همدیگه سوالی که در قسمت پایین همین مثال ها داده شده را حل کنیم خب شاگرده خب ببینین سوال که در صفحه کتابتان برتان داده شده گفته چه مقدار قوه لازم است تا موتری با کتله 1500 کیلوگرم را که با سرعت 100 کیلومتر فی ساعت در حرکت است پس از طی مسافه 55 متری متوقف کنیم چقدر قوه لازم است که ما موتری که دارای یک سرعت است و بعد از 55 متری ما میخواییم اون رو متوقفش کنیم ببینید از قانون دوم نیوتن بر حلش استفاده میکنیم قانون دوم نیوتنی بود که F مساوی میشد به M ضرب در A درست است؟ من اینجا قوه را ندارم کتله جسم برم داده ولی شتاب جسم نداده سرعت جسم برم داده آل ما چطور پیداش کنم خب ما باید یک دفعه یک مرحله دیگر پیش بریم بین اول من این کتله رو نوشته کنم که ام مساوی میشد به کتله جسم است 1500 کیلوگرم 1500 کیلوگرم سرعت هم داره چقدر 100 کیلومتر فی ساعت 100 کیلومتر فی ساعت و x هم بر ما داده که x مساوی میشه به 55 متر خب این میره یک تبدیل واحد میکنیم به سیستم SI به درست است صد ما ضرب در 100 کیلو قیمتش چند است آفرین هزار است ضرب در هزار متر خو خب میمانیم چون ما میخوایم در سیستم SI ساعت به ثانیه تبدیل میکنم ساعت اگه به ثانیه تبدیل کنیم یک ساعت یعنی یک زرد در شست که چند میشه؟ سی هزار میشه اینجا ما یک اختصار میکنیم دو تا سفر با دو تا سفر هزار اگر شما تقسیم سی و شش کنید چه حاصل میشه؟ ما اینمی سرعت رو میاییم در پایین نشته میکنم وقتی که تبدیل به سیستم اس شد مساوی میشه با. حاصل میشه بیست و هفت اشاری هفت که راوند آفش میکنیم میشه بیست و هفت اشاری هشت میگیریمش درست است؟ متر فی سیکن دیگه تبدیل میریم به طرف حلش ولی ببینین شما در حرکت مستقیم الخط سه معادله مهم خوانده بودیم معادله حرکت به محور x معادله حرکت به محور وای و یک دیگه چی بود آفرین معادله مستقل از زمان اگه یادتان مانده در فصل پیش که خوانده بودیم بر ما بگوین چه قسم بود معادلش آفرین چی بود v مربع داریم منفی وی صفر مربع مساوی میشه به چی دو ای اکس اگه محور وای بود تو ای وای میگیریم چون حرکت مستقیم الخط روی محور اکس از خیمت ای اکس میگیرم پس به دقت کنین ما گفتیم چون شتاب ما اگر در حرکت های پرتابی میگرفتیم منفی میگرفتیم حالا منفی میگیریم چون حرکت کند شونده است منفی میگیرم به خاطر چی است سرعتش متوقف میشه دیگه نه منفی میگیرم یکی گفته که وقتی سرعت متوقف شوه یعنی سرعت اولی خب متر در حال حرکت است وی صفر میگیره سرعت دومیش باید چی شده؟ صفر شد خب من این صفر وضع میکنم درست در است و ما ای پیدا میکنیم اگه ای پیدا کنم چرا خم پیدایش میکنم؟ ای مسایی میشه به منفی وی صفر مربع تقسیم چی؟ منفی دو اکس منفی دو اکس است خب منفی با منفی اختصار میشه وی صفر مربع بعد 2x میمانه x رو به خاطر بر ما دادم که چه لازم میشه این مساوی میشه با 20 متر مربع 20 متر اون مصولتی است که موتور حرکت میکند که ما پیداش کنیم چند است 8 کل متر بر دو 2 ضرب در 55 چند میشه 110 میشه خب اگر بیایم اینجا ادامه بدیمش که e مساوی میشه با 27 اگه کل مربع کنیم چند میشه؟ 769 میشه 769 تقسیم 110 تقریبا میشه که 6 اشاری 9 که ما ایره میگیریم چند؟ 7 شتابشه میگیرم 7 متر فی سیکن مربع داخل واحد سیتم از آیا وزن کنم این حالا میرم که گزینه آخری شو پیدا کنیم که F مسایی میشه به MA پس اینی میقوه که میخوایم من میرم پیدایش میکنم F مساوی میشه امش بود یک هزارو و کیلوگرام کیلوگرام و ای پیدا کردیم چند؟ آفرین هفت متر فیسکن مربع اف مساوی میشه به هفت سفر سفر هفت سفر سفر هفت پنج سی و پنج سی و, پنج و پنج، سی حاصل هفت یکی هفت تا سه تا داشتیم ده ده شد و واحدشم کیلوگرام در متر فیسیکن مربع که نیوتن میشه ده و نیوتن پس 10500 نیوتن قوه لازم داریم تا موتری که دارای سرعت است متوقف بسازیم. خب شاگردای خوبم درس ما در این قسمت به پایان میرسد تا درس بعد روز بعد. الله یارا و مددگارتان.